پا تو ترمز، اصلا ترمز نگیری ول میشه. حالا فکر کن ترمز نگیری، کلاژ هم تا ته بگیری. الان یه لحظه کلاژ رو تا ته ببر. خب. انگار گاز دادی، دیدی؟ ترمز رو بگیر. ترمز رو بگیر. دیدی؟ دیدی چه شکلی شد؟ آره. این اشکال رو همش داشتی. سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ آقا خوش اومدید به کانال یوتیوب من. همونطوری که میدونید من الهه هم. امروز اومدم با یه هنرجو. سلام عاطفه. سلام. چطوری؟ خوبی؟ خانواده خوبم، منظر خوبم. سلام منو برسونید. خاک پای شما. عاشقشم. بچه ها عاطفه. مرسی قربونت. بچه ها عاطفه یه دختریه که من به شدت اعتماد به نفسش رو دوست دارم. اصلا پشتش بوق میزنه. اصلا این خیالش شیشهشو میده بالا و گوش نمیکنه. ولی یه مشکل خیلی بزرگی داره. دم خونهشون سرپایینیای اینجوری و سربالاییای اینجوری داره. من که خدایی باشم ماشینمو پارک میکنم یه جایی، به خدا نمیام. پیاده میام راحت ترم. ولی این جت کرده که این سربالاییای سرازیریا رو بره. یا خاموش میکنه کلا برمیگرده عقب یا سر میخوره. بقیه دیگه خودت اتفه بگو به بچه‌ها چیکار میکنی، از اعتماد به نفست بگو. بچه من آره اعتماد به نفس بالایی دارم. دیگه فکر نکنم مثل من بیاد. من دیگه خیلی دوست دارم و فوق العاده دوست دارم کارهایی که هر مردی انجام میده منم بتونم انجام بدم. این سربالایی ها همه میان بالا، من که میام همش یا سر میخورم یا خاموش میکنم. خب خیلی بده، خیلی اذیت. ماشینت هم خیلی فشار میاد. واقعا به ماشینم خیلی فشار میاد سربالایی سرزی. اینو من نمیدونستم. و خیلی هم سخته بخوای ماشینت یه جای دیگه پارک کنی بعد یه مسافت زیادی رو، مخصوصا که سربالایی که پیاده میاد. اصلا که عاطفه داره معلومه که سربالایی برایش سخته، ولی با استایلی که من دارم ترجیح میدم که اون مسیر رو پیاده گز کنم. بچه‌ها من دکتر قدغن کرده پیاده روی، با ماشین ما رو بیا راحت. بعد من مجددم مزاحم الهه جون شدم که به هم آموزش بده که خاموش نکنم، هم به ماشین فشار نیارم. همین مردا، وای این پسر رو پشت من نیفتم بوخ بزنم. چقدرم تو بهشون اهمیت میدی؟ بچه ها هر کی پشت سرش بوق میزنه من دیدم شیشه ها رو میکشه و این اینجوری میکنه، یعنی برو با. ولی عاطفه خیلی هم خوب نیست به نظر من. بچه یه چیزی هم یادتون باشه، چه صدایی داره این نیسانه. برو دیگه بچه ها، بریم ببینیم. من تو این ویدیو کلی نکات اوکی در مورد سربایی سرزیری بهتون میگم، همراه ما باشید. عاشق گربه است این فیلم برداره من. خب برو ببینیم این سربالایی و سر اولیش چیه؟ عاطفه سرازیریه؟ سرازیری. آره آفری برکنگا سرازیری. فقط عاطفه یادت باشه یه نکته خیلی باگت اینه که خیلی سرازیری ها کلاجه تو تا ته میگیری. من میدونم استرس میگیری، سریع اونو میگیری، مثلا فکر میکنی خیلی خوبه. نه نه بگیریمش تا ته. نه توی سرازیری ها همیشه شیبه اینجوری حرکت لاک باشید، کلاژ نقطه حرکت یکم پایین تر باید باشه. برو بریم اینا رو یه قبلا چقدر میترسیدی عباد خود رو یه ذره بگیریم برتن رد میشه. نه ترس برو کاملا این وره عاطف خیلی جا داری. برو چقدر رو حالا نه نه از آینت کنترل کن. آلی برو خب سم اولی همون اینه. آخ 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 خیلی حواست رو جمع کن، پات رو ترمز باشه، اصلا اینجا پات رو ترمز بر ندار، حواست باشه کلاژت رو نبر پایین. به این داری ببین دوباره عاطفه تا ته کلاژ رو بردی پایین. اصلا بیارمش بالا که سر میخورم. نه دیگه ببین دقیقا کلاژت رو اینجا باید بیاری بالا، یه ذره رو نقطه حرکت، یه ذره پایین تر تا ته سرت میده. این یه باور غلطه. من میدونم تو الان کلاژ رو گرفتی مثلا فکر کنی ماشین تحت کنترلته. برو آروم آروم با ترمز. الان پامو رو کلاژ بردارم بیاد بالاتر یه ذره، یه ذره بیارش بالاتر. ببین الان کنترل بهتر شد. یه ذره ترمز رو شل کن ماشین بره اینجوری. اگه کسی پشتت نیست که اصلا مهم نیست، ولی اگه ماشین پشتته دیگه اعتماد به نفس یه خورده بوق میزنم برات، یه خورده هواشونو بگیر و برو دیگه. الان آروم شد. آفرین خیلی قشنگ بود. اون سری که اومدی اصلا یه دفعه کلاژ رو تا ته گرفتی رفتی واسه خودت. واقعا یه باور غلطیه. من نمیدونم چرا فکر می‌کنی. آره یه کوچولو واسه خیلی نه. لعنتی چقدر چیزه بچه عاطفه. اینا اینم گویا میذارن پشت چرخای ماشینش تو سربالای سرازیری پارک میکنه. خیلی خوبه. دوباره نگیری ها تا ته نمیگیری. بچه همیشه همینجور جا یادتون باشه که پاتون رو ترمز باشه.
اصلا ترمز یک لحظه هم رها نمیشه. و اگر بچه ها اوایل رانندگیتون اصلا روحی همچین شیبایی نه یا یه ذره برید جای خلوت تمرین کنید، بعد که اوکی شدید بیاید جای شلوغ. خیلی قشنگ داری میری عاطفه، عاشق کنترل فرمونت هم، خیلی قشنگ فرمون تو کنترل میکنی، بحث ابعاد خودروت خیلی خوبه. یکی از دلایل اعتماد به نفست به خاطر به نظر من به خاطر اینه که ابعاد خودروت خیلی عالی. سعی کن رو اینا نری دیگه، اینا رو خیلی مراقبت کن. خب دیگه جانم آره. بعد اینجا وایس عاطفه الان یه سال این لعنتی ها اینجا نمیشن پارک ممنوع. آدم اصلا اینجا میاد که اینجا یعنی واقعا کسی از ماشینش اونجا پارک کنه بره؟ آره خود صاحبخونه اینجا همیشه ماشین میذاره. خب خودش که هیچی، آخه نوشته پارک مطلقا ممنوع. نه جلو اینجا مثلا سه چهار بار هم گذاشته. یه تایمی هم اینجا اصلا میله گذاشته بود، همه ماشینا میومدن اینجا گیر میکردن. آره یه کسی که مثلا دور چقدر سمه. اینجا هم که یادت باشه که آینت رد بشه. ابعاد خودرو تو خیلی دوست دارم، خیلی خوبه. از بس بچه عاطفه با باباش نشسته هی باباش برده جای تنگ و ترس، یه اینو خیلی اوکی شده وارد شده. یه ذره فهمتو بگیر اونور، کلا گرایشت به سمت چپ یه ذره به نظر من بیشتره. خب سم بعدی، خب اصل مطلب شوش سربالایی. خب ببین عاطفه، اگر که شیب یه مفید مختصری باشه مثل اینجا توقف کردی، با گاز و کلاجت بازی با کلاجت میتونی بری. ولی اگه شیب یه ذره زیادتر باشه خودتو عذاب نده. معمولا بابای ما اعتقاد زیادی به این دارن که باید با نیم کلاج بری، ولی این خوب نیست. درست ترین راهش از روش دستی استفاده کردن. اینو برو حالا بهت بگم روش دستی هم چجوری. برو آفرین آفرین. ببین الان داری از گاز و بازی با کلاج، گاز ضربه‌ای هم میدی نوسان داره، با کلاجت هم داری بازی میکنی. خیلی قشنگ آفرین باریکالله. فرمونش همه چه شل میکنه، یه حرکت قشنگی داره فرمون خوش برمیگرده دیگه، نیازی به برگشت فرمون هم داره. این اون اصول حرفه‌ای بودن تا که رعایت میکنی. خب سر پیچ بهم گفتین رهاش کنم. وقتی رهاش کنی کمکش کن خودش، خیلی بعضی بچه‌ها صفر میگیرن اصلا خوش برنمیگرده. برو عاطفه جان یه کوچولو اینجا گازتو بیشتر کن. ببین الان پای ما کامل رو کلاج بردارم. ببین من کلن و سرعت 10 کیلومتر میگم پا تو رو کلاج بر ندار، کلن 15 که رفتی به بالا کلاجتو بردار. گاز بده یه ذره گاز بده. آقا هم به تو منتظر بودم تو بگی حالا بچه اعتماد به نفسشو دیدید خیلی خوبه. من عاشق این اعتماد به نفس خانومم تو رانندگی که اصلا به کسی اهمیت نمیدم و کار خودشونو میگم. ببین اونجا گاز نداشتی یه ذره، ببین گاز که داری ماشین خیلی داره خوب حرکت میکنه. اگر خیلی گاز بدی و کلاجت پایین باشه احتمال سوزون چی میگم به دیسک و صفحه خیلی فشار میاد. پس حواست باشه نقطه کلاج عالی، فقط گازتو باید رو دور موتور دو بدی. خب کجا بریم؟ و بریم بالا. بریم ببین اینجا مثلا شیبش یه جوریه، اگر گیر کنی گاز بده عاطفه ماشین داری کم میاره موتورم بپا. اگر شیبش این شکلیه و وایستادی به کسی از رو به راه دادی با دستی حرکت کن، اصلا با نیم پلاش حرکت نکن. تو روش دستی کلاج دندگی پاک با ترمز اصلا کاری نداری، گاز میدی در حینه که گاز میدی کلاج میاری دستی تو میخوابونی و ماشینت یک دفعه کنده میشه. یه ذره بیه کنار تا خودشو کش. آخ 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 موتورش پیاده شد. آره دیگه تو اون روش اصلا به ترمز کاری نداری، گاز میدی آلوم کلاجت میاری بالا، همزمانش هم دستی تو میخوابونی ماشین کنده میشه. نکته مهمش اینه که اصلا به سمت عقب نمیری. راهنماتو بخوای بری سمت چپ. مرسی که انقدر قانونمندی و اصلا راهنماتو نمیزنی. خب یه سوال، این دستی کشیدنم ببین خب. چجوریه؟ ببین تو روش دستی ما با ترمز پای اصلا کار نداریم، شما دستی تو میکشی بالا کلاج دنده یک. خب اصلا با تو پا هم رو گازه دیگه، یه ذره کلاج تو میاری بالا ماشینت بلرزه. این که لرزید سری میدی میری رو گاز، در ضمن این که داری گاز میدی سری دستیتو میخوابونی ماشین اصلا اجاش کنده میشه، ماشین داره رو برو میاد. آفرین آینت که رد شد بده راست. ببین بچه ها خیلی خوب آفرین، اصلا نهول میشه. اینجا جمع کن فرمون چپ جمع کن که دیگه نخوای تو این شیبیه دنده عقب بزنی و دوباره اذیت بشی. دیگه خیلی دیگه ستمه. آره این گربه چپ بامزه است، انگار با کسی قرار داره اینجا، نگاه کن. خیلی با نمکه. خب بریم پایین دیگه. خب یه ذره فهمون بده چپ. آره این هره بره تو. آفرین میتونی هم صبر کنی بره تو. صبر تو رانندگی خیلی چیز خوبیه، باعث میشه که ریسک تصادف و آدم عاطفه خیلی کم بشه. کم کن انسانیت دوباره. صبر رو گذشت.
تو رانندگی خیلی که ما ایرانی ها متاسفانه اصلا نداریم. الان خیلی حس بهتری نداری؟ چرا؟ راحت واقعا آدم نباید خودش رو عذاب بده، حواست باشه. ولی همچنان یه هم استرس دارم و خودم رو صفر میکنم. خب بذار اون بره یا تو بری؟ اول بره که من یه ذره اینجا رو هم باز دوباره تمرین کنم. آره برو. ولی مثلا اوکیه. خب حالا آتفه جان حرفه‌ای بودی مثلا میتونستی بری چون سرعتش خیلی کم بود، اوکی، ولی حالا تو گزینه محتاطوری انتخاب کردی. اینجا که خوبه دیگه، اینجا هیچ مشکلی نداره. فقط ببین 15 رفتی به بالا میتونی کلاژتو برداری، این همیشه یادت باشه. بین 15 و 10 که هستیم سعی میکنیم روش باشه ولی درگیرش نمیکنیم، مخصوصا توی سربالایی ها یادت نره دیگه. زیر ده هم که همیشه کلاژ درگیره. سربالایی هم باید کلاژ رو نگه داری؟ بستگی به سرعتت داره دیگه. ببین ما اصلا چیز کلی نداریم. نگاه کن بچه ها، نگاهاش هم ببینید خیلی حواسش به اطرافش هست. یکی از بزرگترین محسنات تو رانندگی اینه که خیلی نگاه میکنی، هم آینه ها رو زیاد چک میکنی، هم با چرخش سرت نقاط کورت رو پوشش میدی. خیلی عالی. دوباره بریم دوباره همونجا. اینجا دو طرفه است یا یک طرفه است؟ یه طرفه است؟ ولی چیز نداشت، خط کشیش هم اصلا جوری نیست که آدم متوجه بشه. سر کوچه تابلو داره. سر کوچه من اصلا دقت نکردم. بعضی وقتا هم تابلوش میشکنه یا میفته بعضی ها میکنه. اینجا هم که خیلی دقت کن، دوباره از همون روش گازو بازی با کلاژ دوست بازی کن. همون نیم کلاژ. آفرین. آره دیگه این شیب عاطفه یکش کن. اینجا حتما باید یک باشی. برو. ببین خیلی عاطفه انحراف گرفتی، بعد یه ذره تو لاین خودت در میومدی، انحرافت زیاد بود. خوبه اینجا دیگه کرمندامون رو خانم عاطفه ببندیم. ما اونجا گفتیم که میخواییم یه ذره چیز کنیم دیگه، بچه خیلی بیقانون شده کرمندامون رو ببندیم. کسی به اون گیر نده. من دیگه نمیدونم اینجا هم سربالایی داره. بریم برگردیم. بریم دیگه. استرست الان کمتر شد دیگه. خیلی الان خوب میریم. بعضی خاموش کردن خیلی بده، مخصوصا آدم برمیگرده عقب، واقعا تصادفش خیلی بده. من همیشه به بچه ها میگم بچه ها، پدر ها، همسر ها، برادر ها، اینا گزینه های خوبی واسه تمرین. ببین تو چقدر با عبت رفتی عاطفه تمرین کردی؟ فقط یه جوری که شد اعتماد به نفسش مثلا پیش خودش با بچه ها. بابا ها کلن چون خودشون از اول پشت فرمون ننشسته، از شما توقع شوماخر دارن. ببین مثلا این واقعا یه ذره باعث میشه که اگر خرابکاری کنید اعتماد به نفستون کم بشه. ولی شما باید خودتون رو با خودتون مقایسه کنید. اصلا قیاس رانندگی کلا کار خوبی نیستش. ولی اعتماد به نفس شما من نمیدونم چی کار کردی انقدر بالا رفته. دوست دارم رانندگی رو. دوست دارم. آفرین. رانندگی خیلی مهمه. خیلی مهمه. خیلی. بعد سربالایی میتونیم دنده دو هم بریم؟ اینجا دنده دو بخوای بری اقلا دور موتور تو باید تا 4 به نظر من بری، وگرنه ماشین خفه میکنه و کم میاره. گاز بدم. آره ولی به نظر من نرو، چون تو حین آموزشیم بذار همون سربالایی دیگه. آتفه ولی یه چیزی داری، یه ذره من فکر میکنم شوماخر طور بشی دیگه خیلی دیگه بی باک و بی ترس میشی. همیشه یه همیشه احتیاط رو تو رانندگی داشته باش. خیلی خوبه که خدای نکرده اتفاقی نخواد پیش بیاد. آفرین. شالت هم بدتر از شال من. آره همش افتاده. اینجا مشکله. اینجا رو بعد بریم راست؟ نه اون یکی راست میشه همونی که سم بعدی رفتی. خب برو. یعنی خدایی خیلی بعد عاطفه زمستونا چی کار میکنید؟ زمستونا ماشینا میان بالا بابر کنید همه میان. بچه ها ماشینا تفلی ها خودشون رو با شرایط زندگی آدم ها وفق میدن. آره فکر کنم کل ماشینا اینجا عادت کردن. روز اولی اومدین برگشت، یعنی اومدین اینجا برگشت من گفتین که مردم اینجا چی کار میکنن، ماشیناشون هر روز خرابه. ولی آره واقعا نصفی از همسایه های ما چون اینجا بومیه میشناسیمشون، ماشیناشون سالمه سالمه اصلا خراب ماشینا خودشون هندل می. آره ماشینا خودشون هندل. و من احساس میکنم من خودم خدایی دلم نمیاد ماشینم هر روز توی همچین سربالای سرازیری بیارم. حتی فکر یه زنم تکیه بده خیلی میای جلو. درسته ریز پیز هستی ولی دیگه آخه اینجا یکم دید ندارم. بله درسته. این آفتابم موتور گذاشتم آخ 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 بای. آره ردش میکنیم دیگه، حتما رد میشه که گذاشته دیگه. بغلمون هم موتوره رد میشه عاطفه. از دور شاید خطایی دید بت بده. یه ذره بدش سمت من اینجا. آفرین. ببین اینجور وقتا یه سره باید فرمون تا اینجوری کنیم. چرا سفت گرفت؟ نه تا ته نه رو نقطه حرکت یه ذره بالا تا در تلاش اینم که
اگر تا ته گرفته بودی مطمئنم که نمیتونستی اینجا رو بری. این هم که راحته. ببین وقتی یه نفر میذاره و اینجوریه حتما ماشین رد میشه که میذاره، وگه نه خب اگه ماشین رد نشه که نمیذاره دیگه، بعد زنگ بزنن یا موتورش رو بردارن ببرن دیگه. برو این همیشه یه ات باشه. با من رو کلاش بردارن چی میشه؟ یه دونه بردار اینجا بالای الان سرعتت بالای 15 بردار، ما اصلا مشکلی نداریم. نه اصلا مشکل نداریم. تازه توی ترافیکای ترمز میگیرم خب سر میخوره. خب اگه خواستی ترمز بگیری که بگیر، من جایی رو گفتم نگیر که ترمزم نداری و داری با ریتمش میری. آفرین. دیدی جواب تو میخورم. جواب تو خودت دادی. رو این ریتم سرعت حتما باید پات رو ترمز. اصلا ترمز نگیری ول میشه. حالا فکر کن ترمز نگیری کلاژم تا ته بگیری. الان یه لحظه کلاژو تا ته ببر. انگار گاز دادی دیدی؟ ترمزو بگیر. ترمزو بگیر. دیدی؟ دیدی چه شکلی شد؟ آره. این اشکالو همش داشتی. اصلا ماشین یه دفعه دستت سر خورد. بس واسه اون کلاژه بود. به هیچ عنوان توی سرازیری با این ریتم یکش کن عاطفه جان. آفرین که با دنده دو اومدی. آفرین قشنگم. بد بود. یک می اومدی دیگه. دیدی؟ باریکلا. ببین این شاخ و برگا هم خیلی به شدت ماشینو خط و خش میندازن. برو. آفرین آفرین آقای، خیلی خوشم میاد از این آقایون عزیز، همیشه ما رو راهنمایی میکنن. مرسی. من چند روز پیش به آقای گفت، به یه آقای گفتم خوب شد گفتی، اگه نمیگفتی من اصلا همینجا مونده بودم. خیلی خوبن، خیلی حس خوبی دارن که به به دارن کمک میکنن. اینجا هم یه ذره عاطف میدون بگیر، یه ذره بده چپ. آفرین. حالا راست ببخشید، حالا بده چپ. برو برو عاطفه، برو تا اونا نیومدن. برو الان اونا دیگه قطاری بیافتن جلو برگنه. کلاج برو رفت. نه دیگه خوبه. آفر آخه خیلی، یعنی یه 6-7 هم هستن دستی. این آبری نه اینجا اونجور نبود که. ببین اینجا اگه وایسی بعد از روش دستی استفاده کنی. این آبرا من نمیدونم چرا نمیره این زرون مرتا، اصلا اینجا پیاده رو نداره. ولی عاطف خیلی حواست به آبرها باشه. الان میخوای بغل نگه داری، یه دونه دستی با هم کار کنیم. اینجا خوراک دستیه. خب چپ استوب بگیر دیگه. اگه ببین دوباره بخوای بری جلو چیز میشه. عجب پرشی بود. خب الان اینجا چیکار میکنیم؟ کاملا بذار اولا یه ذره خلاص کن پاتو، برده بذار یه ذره پات استراحت کنه. خیلی عاطف گیره کلاجی، اصلا داریم با هم صحبت میکنیم همونو گرفتی. الان بغل خلوته، کاملا بذار بغلت خلوت بشه. آره خب میخوایم از روش دستی اینجا رو بریم بالا. یکش کن عاطف، آماده باش. خب دستی رو بکش بالا، دستی رو بکش بالا. قشنگ دستی صدا دارم، نباید بکشی. الان ترمز رو بردار. خب ببین میگه یه ذره لنتا در حال تموم شدنه. به نظر من لنتای عقب تو حتما چک کن. پس حواست بهش باشه دیگه. تو از روش میکس ترمز دستی و نیم کلاج استفاده کن، اشکال نداره. چه جوری میریم؟ الان کلاجو برسون به نقطه لرزش. چرا هول شدی یه ذره؟ خیلی شیب داره. خب برس الان خوبه. خب یه ذره دیگه. خب حالا آروم گاز بده، دستی تو همزمان بخوابونش. خوبه دیگه. ببین گاز بده، گاز. آفرین. بچرخون بچرخون بخوابونش. این عالی بود، عالی. آفرین. بعد یه نکته دیگه هم داری از گاز ضربه ای استفاده. گاز ضربه ای بهترین روش گاز دادن برای تو جاهای خیلی سربالایی سرازیری. خب عاطف جون مرسی دیگه، تایم ویدیو طولانی نشه. بچه لایک کامنت سابسکرایب، دمتون گرم. هر کاری که اوکیه عاطف میگه یادتون نره. حتما هم این ویدیو رو مرسی، یعنی نمیدونم حالا تا آخر دیدید یا نه، دمتون گرم. مرسی که از من حمایت میکنید. این ویدیو رو خیلی بچه‌ها گفته بودید که سربالایی سرازیریای خفن رو من بهتون نکته هاشو بگم. مرسی بچه ها، دم همتون گرم. همراه ما بودید. مرسی، ممنون. بای بای.